سلام دوستان، وقتتون بخیر باشه. با شبنامه در خدمت شما هستیم. یک اتفاق بسیار بسیار مهم رو روز گذشته شاهدش بودیم که یقیناً ادامه پیدا خواهد کرد به توپ بستن مناطقی در اقلیم کردستان که بعد از ناآرامی‌های اخیر در ایران اتفاق افتاده. آقا ربطی به تجزیه طلبی داره؟ یعنی نیروهای مسلح ایران احساس کردن که یه عده دارن یه غلطایی می‌کنن که این کارو کردن؟ چرا همزمان با ناآرامی‌هایی که در غرب کشور در بعضی جاها که مناطقی از خاک وطن هستن صدای بژیکوموله شنیده شد؟ یعنی مشکوک این چیزی که رخ داده. ببین من خلاصش میکنم برای شما. یه غلط تاریخی اتفاق افتاد که این غلط نباید اتفاق میافتاد و اون هم این بود که مسعود بارزانی به خودش جرأت داد با خانواده مهسا امینی تماس بگیره. ببین یه سری مسائل تو کشورمون داره اتفاق میفته، به شماها ربطی نداره. تو زمانی که دخالت میکنی من پیام تو رو میفهمم، من میفهمم که قرار هست گرایی داده بشه برای اینکه عده‌ای از آن چیزی که در وطن من رخ داده در راستای تجزیه طلبی استفاده بکنن. اینها چیزهای توهم‌آمیزی نیست. اگر آنهایی که تا دیروز در وحشت از تجزیه طلب‌ها بودن امروز ملی‌گرایی رو بوسیدن گذاشتن که آن تجزیه طلبی نمی‌بینیم، ما در میدان وایستادیم که آن تجزیه طلبا، گارد جاویدان ایران داره اقلیم کردستان عراق رو می‌زنه، شما تجزیه طلب نمی‌بینید، نه اشکالی نداره، بازی می‌کنیم میریم جلوتر ببینیم که شهروندا و مافیاها همدیگر رو می‌توانن بهتر بشناسن یا نه. دوستان عزیز، یک مسئله خیلی مهمی رو من اول در خصوص رفتار حاکمیت ایران در روزهای اخیر خدمت شما توضیح بدم. یه سخنرانی آیت الله خامنه ای انجام میده در روز مربوط به هفته دفاع مقدس، خیلی هوشمندانه به مسئله مهسا امینی اشاره نمیکنه و ازش میپره. شما اگر در این ماجرا انتظار داشتی ایشان تایید بکنه، بیاد حرفی بزنه در خصوص مهسا یا بیاد حمله ای بکنه به یکی مثلا برخوردها رو رعایت بکنید، اینو باید خدمتتون یادآوری بکنم، خیلی دقیق از کنارش عبور کرد. چرا؟ به خاطر اینکه واسه به دنیا یادآوری کنه کل رسانه ها تو سلبریتی های مطرح عالم و همه رو بردشی آوردی، توجهشون جلب کردی به ایران، نه اینجا هوای کشور ما عادیه، وزش باد رو دارم با یک نسیم بسیار ملایم، اصلا اتفاق نفتادی کف میدان، من کشوری هستم، ثبات دارم، مدیریتم دارم داخل رو میکنم، با بیرون هم کار دارم، تو خیلی درگیره خودت نباش، فکر نکن اینجا خبریه. خیلی هوشمندانه آیت الله خامنه ای از کنار آن چیزی که در حال رخ دادن بود عبور کرد، هیچ اشاره‌ای بهش نکرد که یادآوری بکنه فضا در کشور تحت کنترله. اما یک جمله میگه ایشون اون وسط، اون هم این بوده که صدام زمانی که به کشور ما حمله کرد یکی از اهدافش تجزیه ایران بود. آقا چرا الان داری مطرح میکنی؟ چون الان دارم احساس میکنم که یه صداهایی شنیده میشه که اون صداها نشون میده تجزیه طلبها میخوان بهره برداری بکنن از قضیه. دوستان یه سوال بعضی از من پرسن، آقا چرا انقدر اقلیم کردستان مورد هدف ایرانه؟ چرا باکو مورد هدف نیست؟ اینا از 2017 بلند شدن رفتن توی آمریکا، عبدالله مهتدی بلند شده رفته، این گنده های حزب کموله بلند شدن رفتن، یه سری بلند شدن رفتن، خروجی این جلسات از دل اندیشکده ها شده یک جمله: کردستان سرمایه ما در مقابل ایران است. آقا میخوای تجزیه کنی رو اینجا باید تمرکز داشته باشی، نیروی مسلح داره، نیروی عملیاتی داره برای خرابکاری، هم با کردای تو کار داره، کرداتو میکشه به خاطر اینکه کردا جرئت نکنن پای وطن واسن عقب بکشن، هم با خود تو کار داره برای اینکه کشور رو به چالش بکشه. اینکه ما سوزنمون سالهاست به اقلیم کردستان گیر کرده به خاطر ضعیف بودن اقلیم کردستان نیست. اگه دقت بکنی اتفاقا این مسلحینش از باکو خیلی خیلی بیشترن، خیلی موثرترن. من فیلمای میدانی به شما نشون بدم چه بلایی اینها کف میدان سر نیروهای ترکیه آوردن، باورتون نمیشه. مطمئن باشید به اسم اینکه دارم ترویج میکنم خشونت رو علیه سربازان ترکیه، فوراً ویدیوهای من حذف میشه، چون اوج خشونتی که اینا دارن وسط میدان، سرباز از یه جایی میخوره که اصلا تو خواب شبش هم ندیده. دقت کردین چی شد؟ ببین این اتفاقا وسط میدان خوب داره بازی میکنه، ولی من بازی رو دقیق‌تر فهمیدم. حالا که من بازی رو دقیق‌تر فهمیدم، میدونم که چطور باید با چنین جماعتی و چطور باید با کسانی که سربازان پیشروی تجزیه ایران هستن بازی بکنم. به خاطر همین شما نگاه میکنی آیت الله خامنه ای ضمن اینکه میگه فضا آرام است، هشدار میده در خصوص تجزیه طلبی، یا این خطر رو جدی بگیر، در خواب فرو نرو، این چیزی که رخ داد یک اتفاق نبود، این که به یکباره کشور من ریخ به هم رو شما متوهمانه نگاه نکن، اینا این قابل تعامله. یه سوال ممکنه برای بعضیا پیش بیاد، آقا شما تجزیه طلبی رو پرچم کردی، نه داری بهونه میاری، الکی میخوای تجزیه طلبی رو گنده کنی. الان سناریو رو برای شما توضیح میدم، فک خیلی ها زمین خواهد افتاد. وقتی کامل توضیح بدم فک خیلی ها زمین خواهد افتاد، تازه میفهمید که چرا سپاه پاسداران دیروز ورداشته اقلیم کردستان رو به توپ بسته. بریم اشنویه، یه سر بریم اشنویه، شهری که در کمال آرامش است، به دروغ داشتن اعلام میکردن که این شهر سقوط کرده. ببین سناریو این بود، ما یه شهری داریم در نزدیکی اقلیم کردستان، اینا میخواستن بگن که این شهر سقوط کرده، این شهر از دست دشخیم آزاد شده. بعد زمانی که این رو اعلام کردن تو حواست نیست که این شهر تجزیه شده، از ایران جدا شده، رفته 62 اقلیم کردستان، اون داره نیرو میفرسته اینجا، چون اینا داشتن همین کارو میکردن، اونجایی که مورد هدف قرار گرفتش نیرو میفرستاد. دقت بکنید، اومدن یک جوی بدن توی اشنویه که نتونستن، اومدن اعلام بکنن تو همه کانال هاشون، وقتی رصد میکردی میگفتن که حمله کنید به
زندان اوشنویه چرا حمله بکنن؟ اولا مگه چه اتفاقی قراره بیفته که حمله بکنن؟ نه، من یه نیروی زلزله ولوله میخوام که این متهم امنیتی باشه، تو زندان باشه، بیاد بپیونده به این جریان. دقت کردین چی شد؟ همه کانال‌های اینها، شما از یه طرف نگاه می‌کردید می‌دیدی که توی خبرگزاری‌ها اعلام می‌کنن که زندان اوشنویه کسی سمتش نرفته و شایعه است، به خاطر همین بود. اینا سناریو این بود که برن سمت زندان اوشنویه. وقتی که رفتن سمت زندان چیکار بکنن؟ کمک بکنن که شهر واقعا اشغال بشه. چون تو فضای مجازی این دروغ گفته می‌شد ولی همه چیز کف میدان آرام بود. کف میدان آرام بود به این معنا که اگرچه بانک آتش زده شده بود، اگرچه جماعتی در خیابان بودن، ولی فرمان مملکت در اونجا دست کسانی بود که بژی ایران می‌گفتن، نه دست کسانی که دارن بیژ بیژ می‌کنن برای کمله‌ها. اینا اومدن یه کاری کردن. اینا اومدن گفتن که آقا ما یه کاری می‌کنیم، اوشنویه جدا بشه، نزدیک مرز دیگه. از اون طرف ظرفیت کامل اقلیم کردستان و کمله‌های مسلح رو می‌ریزیم پشتش. وقتی که رختیم میایم اعلام می‌کنیم توی فضای رسانه‌ای با سعودی اینترنشنال‌ها، میگیم این اولین شهری که آزاد شده. حالا شما یک وطن فروشی وسط میدان، یک احمقی هستی که بازی رو نفهمیدی، جوکری هستی که کشور تو ریختی به هم، داعشی هستی که دیروز فیلم منتشر شده، یک بسیجی رو زدن به خون غلطاندن، داره تو خون خودش دست و پا میزنه، بالا سرش وایسادن نظاره‌گرم بهش فحاشی میکنه. خیلی عجیبه، من اینو هیچ کجای دنیا ندیدم که یک نفری نشسته همینطور داره ازش خون میره، اطراف کامل پر خون شده. یعنی میخوام بگم جماعت احمقی رو روبرو هستی که در اوج خشونته. حالا شما تصور کن به این اعلام کنن اوشنویه شده پایتخت آزادگراها، شما چه احساسی پیدا میکنی؟ شما میگی که باید ازش دفاع کنم، من تو تهران باید ازش دفاع کنم، باید به تلاشم ادامه بدم، اون تو اصفهان نمیفهمی که داره بخشی از وطن رو تجزیه میکنه، کومله ها رو ریخته اونجا، با بازی که در سعودی اینترنشنال ها قرار داده تو رو داره پشت دست تجزیه قرار میده. یعنی قشنگ یک بازی هوشمنده. خب ایران اینو خیلی خوب فهمید، ایران اینو خیلی دقیق فهمید. ایران این که مثل سال 88 همه اونهایی که در مقابل ما بودن، از تجزیه طلب ها بگیر تا ملی گراها، البته اینها که میگم منظورم ملی گراهای فیک است، همه 88 بسیج شدن دیگه، چجوری بسیج شدید داداش، به هم نمیخوره. نه، ما هدفمون چیز دیگری است، ما هدفمون تجزیه ایران است. خیلی خب، من شاید بازیتون اشتباه فهمیدم، بریم جلوتر. رفتیم جلوتر، الان دوباره اینا احساس کردن یه جای کار میلنگه، نقابا رو انداختن کنار، همه اومدن وسط میدان. چرا؟ چون قرار بود بازی به این سمت هدایت بشه. به خاطر همین همه پدرخوانده ها رو بهشون گفتن که پروژه هاتون رو بیارید وسط. عمده افرادی که من بارها اینو گفتم بازم میگم، چه توی این فضای مجازی انقلابی، اون کسایی که سه روز ساکت شدن هنوز بعضیشون ساکتن، طرف کمک کردیم اکانتش 100,000 نفری شده، این روسا به جای اینکه توییت بزنه ریتوییت میکنه از بقیه. چرا؟ چون میترسه مخاطبم نریزه، مخاطبم از ایران مهمتره. اینا همه پروژه افراد دیگری هستن، اینا پروژه بگیر نیستن، اینا پروژه دیگری هستن. من تعارفو باید کنار بذارم. خیلی ها این روسا به من حرف زدن، هیچ پاسخی نمیدم، چون ارزشی ندارم. من از چیز با ارزش دفاع میکنم، چیز با ارزش ایرانه. اگرم ایران این شکلی مورد حجم قرار نمیگرفت، به شماها حرف نمیزدم، ورودم نمیکردم، هزینه هم نمیدادم، چون این حرفای من قطعا در بلند مدت برام هزینه داره. اونایی که بیرون نشستن اسم خودشون رو گذاشتن ملی گرا، هم خیلی هاشون پروژه بگیر نیستن، اشتباه نکن، پروژه یه نفر دیگه است. اون الان بهش گفته، اون پدرخوانده الان بهش گفته که این شکلی باید بازی کنی. اومدن اوشنویه رو در فضای مجازی ببرن به این سمت آقا تجزیه شد، فروپاشی شد، اشغال شد، یا اینکه نه آزاد شد. قرار بود به پیوست این خبری که منتشر میکنن، که شما تحت تاثیرش با ساده انگاری فکر میکنی که یک پایتختی داری در کشورت برای خودت که آزاد شده، تو باید ازش دفاع کنی، حواست نیست سریعت از تجزیه دفاع میکنی، همزمان با این قضیه شروع کردن ظرفیت کومولر فرستادن سمت ایران. دوستان، من این قسمتی که دارم خدمت شما عرض میکنم رو تردید دارم، به خاطر همین سعی میکنم دوتا احتمالش رو برای شما بگم. من هنوز نمیدونم که این ظرفیتی که اعزام داشت میشد، اینها اعزام شده بودن برای اینکه مستقیما برن در اوشنویه، یعنی قرار بود که خود اوشنویه جایی باشه که اینها ظرفیت نظامی رو میرن، یا نه این قرار بود غیر مستقیم باشه، یعنی قرار بود اینا گسیل بشن به جاهای دیگه، تسلیحات و امکانات رو ببرن شهرهای دیگر رو ناامن بکنن، تمرکز رو بگیرن که در اوشنویه بتونن بازی رو پیش ببرن. اینو من واقعا نمیدونم، ولی اون چیزی که من میفهمم اینه که سازمان اطلاعات و سرویس اطلاعاتی ایران بعد از رصدی که انجام میده از فضا متوجه میشه که این نیرو داره گسیل میشه. حجم بسیار بالایی از تسلیحات رو گروهای تروریستی کومولو و دموکرات داشتن راهی میکردن به سمت کشور ما. خب تو تماس تلفنی تو گرفتی با خانواده مهسای امینی، داری به من این رو یادآوری میکنی که اقلیم کردستان میخواد ایفای نقش بکنه. من همه سیگنال ها رو میفهمم و من اینو دوستان داخل پنتوس خدمت شما عرض بکنم، این اتفاقایی که الان داره تو اقلیم کردستان میفته به توپ بستن برخی منطقه، اینا خاله بازیه. اصل بازی زمانی که شروع بشه، این طایفه بارزانی میشینه تو سرش میزنه، میگه ای کاش ما اون تماس تلفنی رو نمیگرفتیم. اون تماس تلفنی تماس پرهزینه ای بود که اینها گرفتن، چون به ما سیگنال رو منتقل کردن که آقا من میخوام این وسط ایفای نقش بکنم. شما به گور پدرت خندیدی ایفای نقش بکنی، اقلیم کردستان جایی هست که وقتی میخواد سقوط بکنه من اومدم نجاتش دادم از داعش. ایران رو اشغال بکنیم، خانواده تک تکتون رو اشغال میکنیم، کجای ایران رو میخوای اشغال بکنی؟ ایران از لبنان تا شرق دور کجاشو میخوای اشغال بکنی؟ نه، اینا سرگرمیه. من یه خورده خودم هم دنبال سرگرمی و هیجانم، تو داری به من اجازه میدی که سرگرم بشم. زمانی که این اتفاق افتاد،
چندان ظرفیت خودش رو پای کار میاره. بعد از یک کار رصد اطلاعاتی بسیار دقیقی که انجام میشه، برای اینکه این اقدامات خرابکارانه از مرز ایران دور بمانه، به طور کامل و با همه امکانات بخشی از دارایی های نیروهای شبه مسلح در اقلیم کردستان به توپ بسته میشه. ببین دو تا نکته رو اینجا دقت بکنید. نکته اول اینکه ایران اینجا داره به صراحت به همه دنیا اعلام میکنه که اوضاع تحت کنترله. ببین اگه تو کشور من اوضاع مملکت ریخته بود به هم و اوضاع بحرانی بود، فرمود دست من در رفته بود که من نمی اومدم یه جای دیگه رو به توپ ببندم خارج از مرزهای خودم. چرا؟ چون میگم آقا آدم الان که درگیر یه چیز دیگه نمیشه، که درگیر خودتی. نه، اوضاع در کشور من تحت کنترل عزیز من، همه چیز فرمان دست خودمه. این نکته اول. نکته دوم، من برای مقابله با تجزیه طلبی وقت و بی وقت نمیشناسم آقا جون. اینکه کشور به هم ریخته، اینکه یه نفر داره شیطنت میکنه، اینکه اون یکی اونجا آتیش روشن، اصلا ذره ای برای من مهم نداره. من در هر شرایطی، در هر ثانیه‌ای، بدون ذره ای مماشات جلوی تجزیه طلب وایسادم. تو کل افکار عمومی ایران رو برو بسیج کن. الان علی کریمی اخیرا یک توییتی فرستاده بود، فوشو کشیده بود به همین نیروهای نظامی در میدان، گفته بود شما میرید خونه به بچه‌هاتون میگید که از سر کار اومدین. من توییتش هم زدم اینجا، هم وظیفه میدونم یادآوری بکنم این عزیزان که دست تک تکشون رو میبوسم، پای تک تکشون رو میبوسم، لازم هست به خانواده‌هاشون بگم بچه‌ها، پدرهای شما، خانم‌ها، همسران شما، فرزندان شما، اونجایی که امارها خفه خون گرفته بودن، اونجایی که رسانه هیچ غلطی نتونست برای وطن بکنه، رفتن جایی ایستادن که میدونستن دونه دونه شون رو اگر بتونن زنده زنده آتیش میزنن بهشون میخندن. چرا؟ به خاطر اینکه وطن حفظ بشه. افتخار بکنید به خانواده خودتون. اگه میبینید تو فضای مجازی دارن فوشتون میدن، تو فضای حقیقی دارن بهتون حمله میکنن کف میدان، شما ذره ای تعلل نکنید، دوچار تردیدش، افتخار بکنید به خودتون. من افتخار میکنم که وطنم همچین انسانهایی با وجودی داره. بریم فضا رو بررسی بکنیم. من اینو گفتم که به این نکته برسم. اگه کل فضای رسانه‌ای ایران رو هم بریم با سعودی اینترنشنال ها، با رسانه ها، با سلبریتی ها، با ظرفیت ملیگراها که این سالها عضو هم کردن که الان حرف بزنن، با ظرفیت غربگراها، اگر همشون هم بیاری علیه من بسیج بکنی، من باز هم از این مملکتی که ملتش دارن به من فحش میدن برابر تجزیه طلبی دفاع میکنم. من ایرانم، من اومدم از وطنم دفاع کنم، من شرافت دارم، هیچ اشکالی نداره، بذار کل عالم منو فحش بدن، من از خاک میهن دفاع میکنم. در شرایطی که همه جا همه منبرها دارن منو لعن میکنن، من از خاک میهن دفاع میکنم، من با کسی تعارف ندارم. و پیام مهمتر، ایران یادآوری کرد که ببین من زیرابی رفتناتونو میفهمم. تو سربازت از داخل پادگان میاد بیرون، راه میفته، این بز کوهی راه میفته تو این کوها که برسه به ایران، کوه نورد و صخره نورد دلیر من وایساده داره رصدش میکنه، اون مجموعه اطلاعاتی که گذاشتم داره رصدش میکنه. تو میخوای بیای کف خیابونای من اوضاع رو به هم بریزی؟ همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم، دیروز 3 تا عملیات انتحاری توی فلسطین اشغالی رخ داده. ببین من واقعا فعلا فلسطین اشغالی رو نمیخوام پوشش بدم. خلاصه حرفم اینه، من اراده بکنم هر کجای دنیا که باشه ملتش رو در مقابل کشورش قرار میدم، در مقابل حاکمیتش قرار میدم. تو اومدی کشور منو بریزی به هم، تو شدی مهره یک نفر دیگه برای به هم ریختن ایران. خب اینا طنزه، اینا بیشتر شبیه این هست که یک گنجشکی و یک درختی هشدار بده که خودتو محکم بگیر، من میخوام از روی شاخه هات بلند شم و پرواز بکنم. نه، اینا برای من سرگرمی. دوستان من فقط یک چیز رو باید خدمت شما عرض بکنم. بخشی از آن چیزی که این روزها کف خیابان های کشور دیدید، سناریوی یک سرویس اطلاعاتی غربی بوده است. یک کشوری در اروپا بخشی از این داستان رو هدایت کرده. من چون الان اطلاعاتم تو این خصوص دقیق نیست، اگر بخوام کامل صحبت بکنم ممکن هست بعضی از دوستان من دوچار شک و تردید بشن، گمراه بشن، به خاطر همین فعلا نگه میدارم، ولی اینو کامل میکنم. باز یادآوری میکنم، یادتونه روز دومی که ناآرامی ها پیش اومد یه ویدیو به شما دادم، البته شبنامه بود، تو شبنامه به شما چی گفتم؟ گفتم که این اتفاق، این آتش میفته تو دامن اونایی که راه انداختن. الان این به توپ بستن اقلیم کردستان رو نگاه بکنید، این آغاز بازی. به زودی به یاری حضرت الله، چه اونهایی که در فلسطین اشغالی هستن، چه اونهایی که در عربستان هستن و چه اونهایی که در اقلیم کردستان هستن، آتشی به دامنشون میفته که این آتش فراتر از سطح تصورشون باشه. ما بلوف نزدیم آقا، من اون روزی که داشتم این حرفا رو به شما میزدم 3 روز بعدش اقلیم کردستان رو به توپ بستن. دیشب این اتفاق رخ داده، من بلوف نمیزنم برای شما. کمی صبور باشید، آن چیزی که در حال رخ دادن است رو نظاره کرده و از ویوی پیشرو لذت ببرید. نمیدونستم با چه جمله‌ای باید تمومش بکنم این چیزی که خدمت شما عرض کردم. همه ظرفیتشون رو سوزوندن، تا الان داشتن عذرگیری میکردن، تا الان داشتن خودشون رو خوب نشون میدادن، همه رو یه جا سوزوندن. اینجا کل اون ظرفیت رو یک جا به فنا دادن، چون فکر میکردن بازی تمومه، چون فکر میکردن که بازی تمومه. پرچم وطن بالاست، اون پرچمی که وسط میدان آتیشش زدی ققنوسیه که از داخل خاکستر خودش برمیخیزه. شک داری؟ نگاه بکن ببین کل هویتات سوخته و من وسط میدان با افتخار ایستادم. تازه یواش یواش اقلیم کردستان و فلسطین اشغالی و جاهای دیگر رو باید بشینی نگاه بکنی که چگونه شلوغ خواهد شد. نکته دیگه ندارم. اگر احساس کردی نکته ای هست حتما در قالب پیام برای من بفرستین. وقتتون بخیر.